بخواد حواس من پرت بشه. الان وبینار داشتیم و وبینارمون تموم شد. Are we good? Yes. Okay. دوباره من باید. Go ahead. با سلام گرم به همه دوستان عزیزم، من سوری از دیبرنت هستم. برنامه امروزمون راجع به این هستش که خانواده ها، پدر و مادرها چه رفتاری با فرزندانشون داشته باشن. و چند وقتیه که مادرها از من خواستن که این کار رو بکنیم، یه برنامه بذاریم. بنابراین امروز دیگه گفتیم که این برنامه رو با هم دیگه بریم. خب وقتی که شما هر مسئله رو نگاه میکنین، افراد مختلف نظرات مختلف دارن، ولی اگر که این سوال رو از من بپرسین، من معتقدم که قبل از این که من و شما بخوایم بدونیم که چجوری با بچه‌م رفتار بکنم، اولین قسمتش برمیگرده به خود ما. یعنی مثل این میمونه که مثل روانشناسی میمونه یا مثل لایف کوچینگ میمونه، که من چند روز پیش راجبش توضیح دادم، گفتم که اون زمانی که من به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک کسی که مشاوره میکنه یا لایف کوچ، هنوز توی داستانهای خودم غرقم که چه پروگرام هایی، چه اپ هایی باز هستن. مثلا طرد شدگی، من توی کودکیم طرد شدگی رو تجربه کردم، یا توجه نگرفتم، یا اینکه شنیده نشدم، یا صدمات روحی و بدنی و فیزیکی خوردم. امروز توی وبینارمون یکی از صحبتایی که کردم که میخوام دو مرتبه اینجا تکرارش بکنم، چون فکر میکنم بهتون کمک میکنه، راجع به یکی از دوستان بود که چند روز پیش برای من یک مقاله رو فرستاد برای پست هایی که ما براتون میذاریم توی کانالامون، و گفتش که من فکر میکنم که این خیلی قویه. و وقتی که من اون ویدیو رو گوش کردم، دیدم که خیلی داره از خشم میاد و خیلی دستوری و اینکه این کارو بکن، چرا بلند نمیشی، حرکت کن. و به این دوستم گفتم که ببین، این ستایل قدیمی بود که خیلی سال پیش وقتی هم که من خودم مربی ورزش بودم و هنوز توی این قسمت مایندفولنس و در این لحظه حضور داشتن و سایکالوجی و این داستان رو نیفتاده بودم، با افراد اینجوری رفتار میکردم، داد میزدم سرشون، زور میگفتم، و اون سیستم برای اون موقع کار میکرد. ولی الان در حال حاضر که ما داریم، کره زمین رفته به یک بعد بالاتر، از بعد سوم به بعد چهارم رفته، و بعد ما داریم در وبینار یک شنبه‌مون داریم کار میکنیم راجع به اینکه بعد پنجم چه خبره و چجوری در ارتعاشات بالاتر باشیم، این سیستم زورگویی و دستور دادن و داد زدن، این سیستم دیگه باید بریزه. این سیستم قدیمیه، چون تمام داستان این اسنشن یا اینکه من و شما داریم میریم به بعد بالاتر اینه که زورگویی بریزه، حکومت ها بریزن، دولت ها بریزن، قانون هایی که به ما تحمیل شده اونا همه بریزن. پس نتیجتا این استایل دیگه کار نمیکنه. و بعد گفتم که آهان این، و اون گفت، برگشت در جواب من به من گفتش که ولی به نظر من این خیلی قویه، این خیلی رو من اثر میذاره. چیزی که به آگاهی من اومد در اون موقع این بود که آهان، مدل یادگیریه. یعنی اینکه من اگر از بچگی به هم زور گفته شده و دعوا و کیاس و جنگ و جدال و مادر داد زده سر من، اینجوری چرا اینجوری بگوی بچه، اگر با این سیستم آشنایی دارم و توی این سیستم بزرگ شدم و یاد گرفتم، اینجوری من یاد میگیرم. ولی برعکس اون، اگه من در یک سیستمی که آروم بوده، با عشق بوده، عزیز من نمیدونم اینا، با این مدل چه زیاد میگیرم. پس امروزم توی وبینار به توجه افراد آوردم که حواسمون باشه که از کدوم مدل، اگر که یادگیری ما تا به امروز اینجوری بوده که با زور رو نمیدونم تحکیم و اینا بوده، الان باید اون استایلمون رو عوض بکنیم. خب پس برای که من یه پدر و مادر خوب باشم، اول باید ببینم که متد و مدلی که پدر مادرم با من پیاده کردن چه جوری بوده. آیا منی که الان چه میدونم 40 سالمه، 40 خورده ای سالمه،
دارم نقشم عوض شده و دارم نقش پرنس رو بازی میکنم، آیا اون سیستمی که اون موقع پدر مادرم با من کار کردن امروز با این دوره با نسل جدید که کاملا با دی ان ای متفاوت با ارتعاشات متفاوت هست، آیا این سیستم امروز کار میکنه یا نه؟ و بعد باید در نظر بگیرم که اوکی، اگر که در دوران ما پدرم گفت غلط کردی بچه بشین درستو بخون، اون سیستم امروز دیگه کار نمیکنه. پس من وقتی که در آگاهی میاد باید سیستمم رو عوض بکنم. و بعد امروز راجع به یه چیز دیگه توی وبینار صحبت کردم و اون راجع به دیگنیتی یا اون احترام و اون شعف و این قسمت، و گفتم که من و شما زمانی که دو تا سوالم براتون توی پست گذاشتم، گفتم اون زمانی که من و شما میام از توی این سوال که من کی هستم، من کی هستم، اون بخش اصلی منه که من جزئی از کائنات، از الهیت، از آگاهی برتر، از کانشسنس بالاتر، من یک موجود یا روح عرفانی هستم که کاملا آگاهم، هیچ نقص و مشکل و صدمه و احتیاج نیاز به درمان و شفا و هیچ کدوم از اینا نیست. گذشته و داستانهای من کاملا شفاف و درستن و همه چی درست بوده، همه چی پذیرفته شده، حل شده. تو وبینار به بچه ها یاد دادم که چطور انرژی هایی که فرزن من و شما وقتی که درد داریم، کمر درد آنچنانی که سالها با ما میمونه، یا یکی از بچه های وبینار سوال پرسید گفتش که من 10 ساله ازما دارم نمیتونم نفس بکشم. گفتم عزیز، تو مشکل با نفس کشیدن نداری، تو مشکل با زندگی داری، با ریگرت، با پشیمانی، با اون اتفاقهایی که تا حالا افتاده که تو نپذیرفتی، و این احساس شرمزدگی، این احساس گناه، این احساس پشیمانی، این حسی که همه کارها و اتفاقها و همه چیز اشتباه بوده، اشتباه اتفاق افتاده، اون یه انرژی و وایبریشن دنس سنگینی که گفتم فردا شما وقتی که میز رو نگاه کنین، میز انرژیش خیلی توهم و سفته، و برای اینکه ما اینو بشکنیمش، ترانسپرنت بشه، آزاد بشه، خیلی کار داره و زمان میبره. پس گفتم که اون زمانی که من و شما در این انرژی هستیم، بعد اون اختلاف این انرژی که ارتعاشاتش پایینه با اصل من که من کی هستم، من اون روح عرفانی آگاه که فقط نورم و فقط عشقم در جریانم با ارتعاش، این دوتا با همدیگه خیلی فاصله دارن. پس چون این دوتا خیلی فاصله دارن، این درد در من یا این مشکل یا این نفس نکشیدن هی داره به من یادآوری میکنه که ببین، تو سر جای درستت نیستی، تو اصلت اینه و تو فاصله داری. در آگاهی که تمرینم به بچه‌ها دارم که چجوری این انرژی رو آزادش بکنیم، تو بعد برگردی به اینجا، اینجا اصل توه و جای درستته. خب پس وقتی که همه اینا رو با هم دیگه میاریم توی یک زیر مجموعه، اون وقت من و شما میخوایم متوجه باشیم که قبل از این که من بخوام پرنس باشم یا یه پدر مادر باشم، چقدر این اولا مسئولیت داره، و بعد میخوام بیام ببینم که آیا من کودکی خودم رو کردم یا نکردم. اگه که من چند روز پیش با یه کسی جلسه داشتم که گفتم تو هیپنوتیز بردمش، بعد بهش گفتم که یه سناریو خیلی بد، و گفتم حالا تو با دوستت داری این کارو میکنی، بازی دارین میکنی، اینو برگشت به من گفت من نمیدونم چجوری بازی کنم. پس نتیجتا اگه من و شما توی کودکیمون مجبور شدیم که خیلی زود بزرگ بشیم و بچگی نکردیم، الان ممکنه اون روی تمام رفتار و مدلی که من با بچه هام
کار میکنم اثر بذاره. مگه ما هم مگه ما نبودیم؟ مگه ما زود بزرگ نشدیم؟ حرفایی که میشنویم که نسل قبلی میزنن، مگه پدر مادر ما به ما گوش میکردن؟ شما چقدر پررو شدی، نمیدونم چقدر ادعاتون زیاده. پس بنابراین من باید در آگاهی خودم به عنوان یک پدر و مادر ببینم آیا من کودکی کردم یا نکردم. اگه کودکی نکردم و یک حسرتی در من هستش، این حسرتی که در من هست اونا رو باید حالا روشون کار کنم، اونا رو باید زندگی کنم، اونا باید انرژی ها باید همه آزاد بشن. خب پس به عنوان پدر و مادر ما اول باید خودمون رو بشناسیم، اول باید اون شفا یا اون پذیرش در ما به اتفاق بیفته، باید کاملا آگاه باشیم که ما در چه پروگرام هایی هستیم، چه پروگرام هایی توی ضمیر ناخودآگاه ما فعاله. امروز تو دو مرتبه توی وبینار بر بچه ها گفتم که اکثر ماها وقتی هی من میگم که ما باید حد و مرز بذاریم، حد و مرز رو نمیفهمیم یعنی چی، یعنی این تا کجاها میتونه کار بکنه و تا کجاها حد و مرزه. یکی از اون حد و مرزها اینه که فرزند وقتی که من گفتم من انرژیم با پدر و مادرم نمیخوره، خیلی شفاف به پدر و مادر و خواهر و برادر میگم ببخشید ما در حال حاضر فرکانسیامون با هم دیگه نمیخوره، من دوست دارم که حد و مرز خودم بذارم که برای یک دورانی با اون احترامی که برای فضای همدیگه میذاریم، برای یک دورانی نه با هم دیگه تماس داشته باشیم، نه رفت آمد، نه زنگ بزنیم، نه تکست بدیم، نه اینکه بگیم دلمون تنگ شد، یه مدت این فضا رو بدیم و نمیگیم که مشکل از توه، که من بتونم روی خودم کار بکنم و سطح ارتعاشاتم رو بیارم پایین. فکر میکنم که من آمادگی اینو ندارم که الان کسای دیگه توی فضام باشن، برای اینکه این به من کمک میکنه تنهاییم که بتونم زودتر بیام بالا. من میخوام که شما این احترام رو برای فضای من بذاریم و برای یک ماه دو ماه یا برای بعضی ها تو ابدیت هیچ کاری با من نداشته باشین و تماس نگیریم. خب پس گفتم که اینا همه باید رعایت بشه. من به عنوان یه پدر و مادر باید ببینم که زخمام کجاست و روی زخمام کار بکنم. اگر که بیام در آگاهی بالاتر، در اونجا من کی هستم که زخمی وجود نداره، همه چی پذیرفته شده، اینا همه فقط یه تجربه بوده. اگر که نه، هنوز در من چی هستم هستم که من مشکل دارم، وای چه بدبختی، چه بلاهایی، آخه نمیدونین منو بشنوین که چه. اگه که من دارم از اونجا میام، بعد متوجه باشم که در رفتار روزانم و 24 ساعته اینو به بچه ها پروجکت نکنم، اون زخممو هی روی اونا پیاده نکنم، متوجه بشم که اینا من نیستن و اینا سیستمشون ظریف‌تر، حساس‌تر، هوشیارتر، باهوشتر از منه. پس من با بچه‌ام باید چیکار کنم؟ باید رو خودم کار کنم. این از نظر منه. حالا یه سری میان میشنن میگن که نمیدونم بچه‌ها رو اینجوری بکنه، زیادی بهشون ندین، کم بهشون ندین، نمیدونم گوش بکنین، نمیدونم الوبل بکنین. به نظر من دو مرتبه اوکی، اینا همه در یک حد تئوری هستن، ولی اون رابطه عمیق اساسی زمانی هستش که من آگاهم به خودم، متوجه داستانهام هستم، متوجه زخمهام هستم، متوجه پروگرام ها و اپ هایی که در ضمیر ناخودآگاه من فعاله متوجه اونا هستم. حالا از اونجا من در کل آگاهی وقتی که تونستم خودم رو خالی کنم و مشکلاتم رو یا یادگیری هامو یا متد های قدیمی که با من رفتار شده بتونم اونا رو کلیر رو پاکش بکنم، حالا از اونجا من با یک سرفس یا فضای خالی میام در رابطه با بچه‌ها. پس من متوجه هستم که
اگر که من به خاطر هر چیزی شرم زده شدم توی بچگیم، حالا که من آگاهم به شرم زدگیم که چطور لباس پوشیدن یا رفتار یک دختر که یه سری اعتقادات و باورهای کهنه قدیمی پوسیده بوده، اینا رو دو مرتبه روی بچه هم پیاده نکنم، اون شرم رو روی اونا پیاده نکنم. من باید متوجه کمبود هم باشم. یعنی که اگر من و شما رو من و شما در توافق با گذشته نیستیم و اتفاقهایی که افتادن، چیزهایی که صحنه به صحنه تحت کنترل من نبوده، دست من نبوده، من یه قربانی بودم، نمیتونستم موقعیت‌ها رو عوض بکنم، حالا وقتی که من خشم از گذشته دارم، مثل خانمی که 10 سال از ما دارن و نمیتونن نفس بکشن، حالا من باید آگاه باشم به این برنامه ریزی که من چجوری میتونم در اون حد آگاهیم کنار بیام با گذشتم. و دوباره امروز گفتم تو وبینار، گفتم من چند روز پیش جلسه ای داشتم با یه آقایی که دیگه آخر عمرشون بود و دوستانی لطف کرده بودن، گفته بودن که سودی هیلره و نمیدونم اینجوری میکنه اونجوری میکنه، و وقتی که من با ایشون تماس گرفتم که متوجه شدیم که ایشون دیگه زیاد وقتی ندارن، بهشون گفتم که، گفتن میتونی کاری بکنی؟ گفتم در مورد چی؟ گفتن در مورد این که من بیشتر بمونم. گفتم یه چیزایی هستن که فرقی نمیکنه من و شما چقدر پول داریم، چقدر تحصیلات کردیم، چقدر اینجوری اونجوری کردیم، یه چیزایی هستن که خریدنی نیستن، مثل یه لحظه دیگه در این زندگی. همین زندگی رو که ما تا حالا 80 سال اومدیم و جنگ کردیم و بد بوده و این بوده و غر زدیم و گله کردیم، یک ثانیهش رو نمیتونیم بخریم تحت هیچ شرایطی. این اکسیژن، گفتم این نفسی که میاد و میره، خریدنی نیست. وقتی تمومه done is done. بنابراین به ایشون گفتم، گفتم که نه خیر، اونجا نمیشه کاری کرد. ولی برای چی میخوان که بیشتر ادامه، شما که اینجوری تو تخت افتادین و فلج رو نمیتونین، همه چی دستگاه، برای چی میخواین بیشتر زندگی کنیم؟ و ایشون به من گفتن که به خاطر اینکه کارهای اشتباهی رو که کردم جبران کنم. گفتم آها، یه سری پشیمونیه از انتخابهایی که شما کردید. گفتم ببینین، من میتونم یه قول به شما بدم، همتون گوش کنین خواهشم، و اون قول من این هستش که اگر که شما دو مرتبه ادامه به زندگی بدین و یه زندگی دیگه الان به شما داده بشه، شما یک روز دو روز یادتون میفته، دو روز بعد همه چی فراموش شده، دو مرتبه همون کارها و همون رابطه و همون کارها رو خواهید کرد، پس بی خیال این قسمت. اما چیزی که من میتونم بهتون کمک بکنم این هستش که شما دیدتون رو نسبت به پشیمانی و کارهای اشتباهی که کردین عوض بکنین. حالا که دارین تشریف میبرین، به خودتون بگین که آها، من یه دوره دیگه اومدم و در این دوره این انتخابهای من بود، این تصمیمهای از قدرت بیان، این تصمیمهای من بود و هیچ قضاوتی روش نیست، بد یا خوب، اینها تجربه هایی بود که من میخواستم در این دوره بکنم. گفتم میتونیم اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. بعد دوره بعد که تشریف آوردیم، گفتم مگه من قراره دوباره بیام؟ گفتم که خیلی زودتر از این که فکرشو بکنین. شما شاید توی ترانزیت هنوز نرفتین، داری میریم بالا، آقا شما داری بر میگردی نوزاد میشی، چی؟ ما هنوز پامون به این بالا هم نرسیده. خب دیگه برین دو مرتبه یه دوره دیگه، چون زمان و فضا گفتم وجود نداره، فقط در ذهن ما انسان هاست. خب برای دفعه دیگه که میان من میتونم انتخاب دیگه ای داشته باشم. الان
حرف اصلی من با شما اینه که شما گذشته رو نمیبخشین و اون گذشته رو همینجوری سنگین میشین روز بعد روز ریگرت پشیمونی اون کارو کردم اگه اینجوری نکردم اگه با بچه‌ام اینجوری رفتار نکردم اگه اونجوری نشد هی دارین اینا رو با خودتون میکشین و اون پایین ترین قسمت انرژی دنس سنگین ارتعاشات پایینه که با اون اصل شما که کل آگاهی و همه چیز درسته همه چی خوبه همه چیز سر جاشه همه چی همون جوری که بعد اتفاق میفته داره اتفاق میفته. من با زندگی نباید در جنگ باشم. بیشتر مریضی ها و بیماری های من و شما به خاطر جنگمون از نپذیرفتن با اتفاقا و جنگمون با زندگی. پس کلا نظر من اینه به عنوان پدر و مادر شما چجوری باید با بچه هاتون رفتار کنین اون قدم بعدیه. شما اول باید بدونین که با خودتون چجوری رفتار کنین. شما وقتی که هیچ کارتون تحت کنترل نیست بعد میخوان بدونین که با بچه ها چیکار کنین. خب بچه وقتی بالا و پایین میپره و وقتی شما اعصاب ندارین و وقتی درگیر و درهم و برهمین داد میزنین الان وقتش نیست اینجوریه اونجوریه. پس راجب کس دیگه ای نکنین، راجب خودتون بکنین، راجب این که من جام کجاست با خودم، چقدر حالم با خودم خوبه یا چقدر حالم خرابه، آیا من تحمل خودم رو دارم. امروز دوباره گفتم یه پست دیروز پیروز بود به سحر دادم فکر کنم فردا میاد که من و شما توی اتاق تنها با خودمون چه حسی داریم. اگر که من و شما تحمل خودمون رو در تنهایی داریم و با خودمون اوکی هستیم و خودمون رو دوست داریم و در پذیرش و در آرامش هستیم، اون وقت اون فضا و اون ارتعاشات ما که داریم بیرون منعکس میکنیم و به بچه‌مون میدیم، ببینیم بچه‌ها اول فریکونسی و ارتعاشات رو میخونن قبل از اینکه شما بخواین حرف بزنید یا اینکه شما بخواین رفتاری باهاشون بکنید. ببینیم بچه‌ها میتونن، شما میتونین هیچی نگین ولی بچه‌تون میفهمه، انرژی رو میگیره. شما میتونید با شوهرتون دعوا بکنید جلوی بچه هم نباشه ولی بچه اون انرژی که شما دوتا با هم قهرین با هم دیگه در حال خوب نیستین عشق ندارین رو میگیره. انرژی و ارتعاشات اول شما با بچه هاتون چه میکنین؟ اول خودتون رو نگاه کنین ببینین شما کجایین، حالتون چیه، روحیتون چیه. خیلی از اوقات وقتی که ببینین اکثر جلساتی که من میذارم و افراد میریم توی کودکی و بچگی، وقتی که ما داریم دوباره از نو برای خودمون یه فیلم دیگه میسازیم و میگم به من بگو، اکثر افراد با بغض و گریه و اشک میگن پدر مادرم با هم خیلی خوبن، خیلی با هم. راجب بچه ها نیست که شما چجوری باشون رفتار کنی، راجب شما هاست که از بد و تولد اون رابطه خرابی که شما یک عم پدر و مادر با هم دیگه در جنگین، بچه ها دارن این انرژی مسموم آلوده رو دارن میگیرن. چرا همه اشک میریزن در تصویرشون که میخوان تصویر دیگه بسازن، گله گله اشک میریزن، میگن پدر مادرم با هم خوبن، با هم دعوا نمی کنن، محیط خونه آرومه، همه به هم عشق دارن، ما با هم دیگه سر میز نشستیم. اینه که نیست، اینه که کمه. این نظر منه. به نظر من تمام چیزهایی که گفته میشه و این کارو بکنین، پدر و مادر خوب، با بچه‌تون اینجوری صحبت کنین، با اینا همه کشکه.
چون زمانی که یک سری چه میدونم روانشناس و این و اون رو میان به شما اینو میگن که اینجوری بکن، اینجوری رفتار کنین و اونجوری صحبت کنین، دارن اینتلیجنس و شعور بچه ها رو زیر سوال میبرن. من به هم بر میخوره به عنوان یک بچه. آیا تو فکر میکنی من اینقدر احمقم که انرژی تو رو نمیگیرم، انرژی فضای خونه رو نمیگیرم، این انرژی سنگین رو نمیگیرم؟ بابا ما با یه نسل فوق‌العاده هوشیار رو برویم. الان یکی از دوستای من بچهش از زمان من از اول حاملگی این با این بودم، بچه 4 ماهشه، طوری که نگاه میکنه، اون عمق نگاهش، اونجوری که میشنوه وقتی من باش حرف میزنم، آنچنان چشماشو میاد تو چشم من، تو دهن من، تمام کلمات منو نگاه. این یه نسل دیگه است. شما این نسل رو نمیتونین گول بزنین. ما نمیتونیم. بزرگترین فاجعه به نظر من اینه که من و شما فکر میکنیم که این نسل همون نسل ما و نسل قبلیه و ما میخوایم همون متد رو روی اینا پیاده بکنیم. این نسل اون نسل نیست. و تنها چیزی که دارم میگم، میگم واقعا نسل جدید رو خراب نکنیم. نسل جدید رو پروگرامشون رو عوض نکنیم. نسل جدید با یک دی ان ای دیگه ای اومدن. اینا اصلا از یه فضای دیگه هستن. صحبتشون رو نگاه کنین. بعضی وقتا چیز نیست میفرستن برای من، بچه های 2 ساله 3 ساله که نشستن روی اینستاگرام دارن میگن گوش کن با ساکت باشی این ذهن. بابا بچه 3 ساله داره اینو میگه. این نسل نسل من و شما و مادر بزرگ و پدر بزرگمون نیست. چجوری با این بچه ها رفتار کنین؟ بگذارید استادی که هستند باشن و بمونن. اونا استادن. اونا اومدن که نور بیشتری روی کره زمین بیارن. به نظر من شما باید انقدر فضا و آزادی و رهایی بدین و شما پدر و مادرها به عنوان شاگرد نقش شاگردی رو بپذیرین و اجازه بدین که اونا به شما یاد بدن. شما چیزی ندارین به اونا یاد بدین. تأسف آوره ولی این نظر منه. نسل ما سوخته با این همه باور و اعتقاد و مذهب و نمیدونم. امروز توی وبینار گفتم هنوز داریم سینه میزنیم، هنوز داریم نمیدونم این کارا رو میکنیم. شما نمیتونین این رو روی نسل جدید پیاده بکنین. بپذیریم که به عنوان پدر و مادر واقعا ما چیزی نداریم که یاد بگیریم. ما باید شاگرد باشیم، شاگردی کنیم، بشینین بچه ها رو مایندفولنس رو از بچه ها یاد بگیریم. بازی که نکردین باید با اونا یاد بگیریم. شما الان باید همسن و سال اون بشین. چون روز داشتم به چیز میگفتم با همین پسری که توی هیپنوتیز گفتش که من بچگی نکردم، بعد گفتش که آره، چون توی قسمت جلوتر گفتم شما هیچ وقت فکر ازدواجم کرده، گفتم شما خانمتون هیچ وقت فکر بچه دار شدن داره؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت من اصلا نمیتونم با بچه ها رابطه برقرار کنم. گفتم چطور؟ گفتش که بعضی وقتا وقتی میبینم که افراد همچین کوچولو بچه گونه. گفتم منم اینجوری هم. منم این بچه دوستم و اریل رو وقتی میبینمش 4 ماهشه با اون حرف میزنم. عشق من. میدونی چی من؟ با اونجوری میشم با اون. بالا و پایین میپرم. پر از شور و شوقم که اون میخنده. این شور و شوق من رو نگاه میکنه. چون من بچگی کردم. من تمام بچگیمو بازی کردم. من هیچ کار دیگه ای نکردم به غیر از بازی. بازی رو میدونم، میشناسم. بنابراین این برگشت به من گفتش که من نمیتونم با بچه ها ریلیت کنم. اصلا نمیدونم، دنیای بچه ها رو نمیفهمم.
حالا برای پدر مادرایی که اکثرا نسل گذشته سوخته کپکیده فاسد گذشته که فسفر شدیم، بیان بپذیریم که آقا ما چیزی نداریم به اینا یاد بدیم، پس بذار شاگردی کنیم، بذار از زمانی که اینا متولد میشن اینا رو نگاه کنیم. مایندفولنس در این لحظه حضور داشتن رو از بچه ها یاد بگیریم، بازی کردنشون که تمام هوش و حواسشون اونجاست، اسباب بازی رو ببینی ازشون میگیریم، جیغ گریه احساسشون رو نشون میدن، نمیترسن که احساسشون نشون بدن. یکی دیگر میدین دستش یادش رو بوم بر بوم دومی شروع کنه بازی کردن. اینا استادن، بعد از اینا یاد بگیریم. حالا من و شما یه اتفاق برامون میفته، ماشینمون رو ازمون میگیرن، یک عمرای ماشینم رفت، شوهره میره وای شوهرم رفت، چسب داریم به چیزا. نگاه کنیم رفتار بچه ها رو، ببینیم که چیکار میکنن. شما وقتی که حتی از نظر من دیگه میدونم که خودم دیگه در اوجه نمیدونم تغذیه و ورزش و نمیدونم همه این داستانا بودم، خب؟ ولی من فکر میکنم برای اینکه بذاریم بچه ها بچه باشن، حتی وقتی یه بشقاب غذا میذاریم جلوشون و اون میخواد اونی که خوب نیست و بخوره، بهش نگیم نه، حق انتخاب بدیم. چون اونی که اون الان سیب زمین رو میخوره یا براکلی رو میخوره و چی کار با بدنش میکنه انقدر مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که آیا شما اجازه و حق انتخاب رو به اون بچه میدین یا نمیدین؟ آیا اون بچه یاد میگیره که نظر من مهمه، من دوست دارم اینو بخورم، و بعد من به عنوان یک پدر یا مادر نمیام بهش بگم نه عزیز من اینو نخور، و بچه میگه غلط کردی گذاشتی جلوی من. شما میتونین چهار تا انتخاب خوب بذارین اون تو، ولی وقتی که اون انتخاب میکنه دیگه دو مرتبه نیاین جلو بگین این نه اون، این خوب نیست ولی اون خوبه. چون بچه ها باید حق انتخاب داشته باشن. ببینید دوستان، من اینو همیشه به شما گفتم، از من بچه بدتر نبود. یعنی چند سال، خیلی سال پیش بود، یکی از همسایه ما از ایران اومد، گفت الهی برای خانم یزدی بمیرم که چه کشید از دست تو، از در و دیوار و پنجره و از درخت برو، از دیوار به پر پایین و نمیدونم درخت میشکست، میومدم توی استخر رو دوچرخه روی اسکیت بورد، اصلا گوش به حرف نمیدادم، دفت میزدم در رو میریختم میپاشیدم، ولی من یک دفعه نه نشنیدم. فقط زبان عزیزم این کار، فکر میکنی این کار درسته؟ خب این با این باعث شد که درسته که ممکنه من نقاشی کردم، تق زدم، قالی رو خراب کردم، نمیدونم ال کردم، ولی اونا چیزی نبود در مقابل اون اعتماد به نفس و اونی که من میتونم حق انتخاب دارم، من انتخاب، اون قدرتی که به من داد، اون مهمه. فرقی بین گل کلم، براکلی و سیب زمینی و برنج و شیرینی نیست، اینا انقدر فرقی ندارن که اون حق تصمیم و اون قدرتی که شما به بچه میدین هست. فقط اینو من میدونم این خیلی سخته، که مثل همون آقایی که داشتن میمردن و گفتم خب حالا فرض کنین که شما حالا بازم زیر یه شانس دیگه میگرفتین و زندگی میکردین، چی کار میکردین؟ پشیمونی بود که من میرفتم کارهایی که اشتباه کردم و درست میکردم. گفتم من به شما قول میدم که این فقط دو روز یادتون میمونه، از دو روز بعد شما همون کارا و همون رفتارا و همین چیزا رو میکنید. امروز براتون یه پست دادم، یعنی دیروز داده بودم که دیدم امروز گذاشتم، یادتون میاد اون پست رو؟ امروز تو وبینار گفتم ببینید هر چیزی که من مینویسم، هر قسمتش، هر جملهش پشتش معنیه.
زمانی که پستی رو دارم میگم که گفتم من دیروز رفتم راه برم و زمانی که شروع کردم راه برم ذهنم داشت فکر میکرد. من عصبانی نشدم چون متوجه کار این دستگاه ماشینی که فکر میسازه بودم. یعنی چی؟ یعنی پذیرش، که به جنگ افکار نرفتم. دیروز من راه میرفتم و فکر من داشت فکر میکرد. یعنی چی؟ یعنی من نبودم، دستگاه بود. بعد فکر من اومد به من گفتش که میخواست حرف بزنه. من عصبانی نشدم، متوجه شدم که داره به توجه هم میاره که توجه میخواد. من اون توجه رو به ذهنم دادم. ارزش، احترام، رابطه ارزش و احترام بین من و بین ذهنم. بعد اون گفتش که بدون هویت تو کی یا چی هستی؟ گفتم هیچی. بعد ذهنم برگشت گفتش که هر روز که تو ماشین میشینی کیلومتر ماشین تو روی صفر بذار. یعنی تو هیچ هویتی، من گذشتم، زجر کشیدم، ترد شدم، عشق به خود نداشتم، آیا به خاطر عشق به خود، آیا به خاطر کارماست، آیا به خاطر اون دنیاست، تو 7-8 تا زندگی قبلی شاید اینجوری بودم، شاید جن و پری بودم، حالا این شدم اونجا. اون نیستش. پس نتیجتا گفتش که 0 کیلومترش کن. گفتم مرسی که این رو به توجه من آوردی. رابطه احترام، دیگنیتی، حرمت، احترام به ذهن و به منیت. گفتم که من اینو دارم تمرین میکنم. مرسی که بخواد توجه هم آوردی. حالا من میخوام که بقیه راهمون رو که میریم فضای همدیگر رو حفظ بکنیم، احترام و حرمت فضای همدیگر رو داشته باشیم. ذهنم با احترام این رو پذیرفت. باوندری، حد و مرز گذاشتم، گوش کردم، خواست صحبت کنه، متوجه بودم که توجه میخواد، بهش گوش کردم، گفتم مرسی که به توجه هم آوردی. حالا حد و مرز من، چارچوب من اینه که بقیه یه راه تو توی فضای خودی، من توی فضای خودمم. ذهنم محترمانه این رو پذیرفت. ما به راهمون ادامه دادیم و نیازی به هیچ دیالوگ یا هیچ صحبتی نبود. تک تک این چیزهایی رو که من می‌نویسم دقت کنیم، فقط یه نوشته هر دنبلی نیست، تک تک اونا توش درسه. در چند هفته اخیر توی وبینار من دائما دارم میگم که رابطمون رو با ذهن و منیت تغییر بدیم. در بود چهارم و پنجم همه چیز در هارمونیه. ما با کسی، چیزی، موقعیتی، اتفاقی در جنگ نیستیم. همه با همدیگه در صلح و آرامش و حرمت و احترام و فضای همدیگر رو داشتن هستیم. زمان داره عوض میشه. امروز توی وبینار گفتم ببینین استاد عرفانی زیاد هست، برای سرچ کردن کلی آدم این بر اون بر هست، اما درس‌های ما داره هر روز تغییر پیدا میکنه. اگر که استادها به یک سیستم قدیمی چسبیدن، اون درست نیست. Am I past 20 minutes? I thought so. Thank you. Can we take another one? No, that's fine. You can just take it. And let's see what's it. Thank you gratefully.
You done a great job. I like you. خب پس درس ها دائما تغییر پیدا میکنن، اما من و شما نمیتونیم بچسبیم به چیزها. دیروز که اینو گفت، شما که یه سال پیش اینو گفتین، امروز خانمی تو رو ببینم گفت شما یه سال پیش اینو گفتین، گفتم بله امروز دارم اینو میگم. و اینو میخوام بهتون بگم برای اینکه دیروز پیروز بود، چون من پست رو اول میدم بعد بچه ها به ترتیب میذارن، پست اسموتی اینم میخوام بگم، ربطی به این نداره ولی میخوام بگم و برنامه رو تمامش کنم. یه پست گذاشتیم که آقا شما اگر این اسموتی رو بخورین خیلی سریع وزن کم میکنین، شد یکی از جنجالی ترین که سحر با من تماس گرفت که انقدر کامنت ها زیاد شده و الوبل و یه سری بد و یه سری خوب و این داستان ها چی کار کنم. گفتم عزیز من اول جای خودتو گم نکن، آخه یه سری هم کامنت بد دادم. گفتم خب بدم، نه بدش اثری داره نه خوبش اثری داره، مسئله مهم اینه که تو جاد با خودت کجاست. من که اصلا کامنت ها رو نمیخونم نه نگاه میکنم، کاری ندارم، من یه وظیفه دارم اونم که برنامه هم برم و وبینار هم بذارم این داستان. اینی که اون اطلاعاتی که من میدم بیرون دیگران باش چیکار میکنن از نارو مای بیزنس، به من ربطی نداره، به تو هم ربطی نداره. میخوام کامنت بد بدم، میخوام کامنت خوب، چیکار کنی؟ هیچ کار باش نمیکنم. اما چیزی که به توجه من این همه من پست راجب آگاهی بیداری، اون چیزایی که گذاشتم راجب نامه هایی که برای جهان هستی مینوشتم، اون همه طنز و اون همه چیز آنچنان چیزی نگرفت. یه پست سموتی که 10 کیلو لاغر میکنه مثل بم منفجر شد. کجاییم ما؟ و بعد به من گفتش که یه سری میگن که بهشون گفتیم آقا این پنجشنبه توی وبینار ورزش بیان، یه سری گفتن وای ما نمیتونیم سر کنیم تا دوشنبه. وای 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 چی بگم که نگم بهتره، چون این همه اطلاعاتی که من تو هر جا میدم، تو وبینارام میدم، وبینار ورزش و تغذیه من که دو ساعت و خورده اطلاعات از زیر و رو و احساس و فضا هیچ کدوم اینا نیست. آقا این اسموتیه که کهرو رو پنج جمع میکنه که الان به من بدین که من حالم خوب بشه، الان این اسموتیه رو بخورم تو شیه، الان کنجکاوی من کشته، چین توه که من بخورم 10 کیلوم کم بشه. دو سه نفرم تماس گرفتن جلسه میخوام. سوشن این پستتون رو دیدم، میشه من یه جلسه بگیرم؟ من حوصله وبینار و حوصله این کارو ندارم، میشه من یه جلسه بگیرم این چربی ها و اینا چیز بشه؟ گفتم بله، مگه هنوز ما از این دستگاه‌های که گوش چرخ میکنه نداریم؟ بریزین اون تو اینا به چرخ و آب بشه. ولی گذشته از طنز و شوخی به آگاهی من میاد که ما کجاییم. کسی دنبال آگاهی و بیداری نیست، ما مصرف کننده ایم. چی حال منو الان خوب میکنه؟ آبا بی خیال آگاهی، من حوصله وبینار دارم، سرم شلوغه، چین چربی ها رو الان از بین میبره. اون اسمودی وقتی که من اون پست رو گذاشتم، یعنی که یه اسمودیه که شما چه میدونم چی میگه سهر؟ اوکی mindful about the time. 222 نفر. آقا من اون اسمودی رو که نوشتم، خب گفتیم که باید خیلی غلیظ باشه، شما یه جا اونو نمیدینش بالا. اون اسموتی چون که خیلی thick چی میشه؟ کلوف نه، غلیظ،
خیلی غلیظه، شما هم یه ذره بالاش نمیدید، اونو خورده خورده میخوره. اون توش تمام چیزایی که انتای اکسیدنته، انار دارین، آب انار دارین، نمیدونم کرنبری دارین، زرش دارین، یه سری چیزای اینجوری، بعد یه سری چیا سید، نمیدونم تخم دانه هاست، یه سری از اینجوری، یه سری کلاژن و پودر و لاب لاب لاب. اوکی؟ ولی منظور ما این نیستش که شما اون اسموتی رو میخورین بعد دیگه از اون به بعدم هر چی دلتون خواست میخورین. من گفتم آقا شما این رو اگه صبح بخورین که تازه شما دارین روزه هم میگیرین، چون ما هممون توی روزه 14 ساعت و 18 ساعت و دو سه روز پیش من رفتم تا 20 ساعت، وقتی که دارین اون روزه رو میگیرین که حالا دو وعده غذا دارین، یکیشو اونو که پروبایوتیک و پریبایوتیک و نمیدونم ویتامین و مینرال و کلاژن و انتای اکسیدنت و تمام اینا توش هست، اونو میز خورده 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 میخورین، اون میشه یه وعده غذاییتون. یه وعده دیگه‌تون هم حالا ترجیح میدیم، نمیدونم میخواین پروتئین بخورین با سبزی و سالاد و جوانه یا میخواین اونو بخورین. منظور این بود، منظور این نیستش که یه سری هم چیز فرستادن که زنگ زده که خیلی کامنت های بد نوشتن و نمیدونم کلاه برداری و حالا پول لازم داری. گفتم ببین این حرف رو دوستان همیشه همه جور حرف میزنن، نه اینش خوبش رو گوش کنین نه بدش رو گوش کنین. پس این سموتی براتونم میارن، نترسین، نمیمیرین، هیچ اتفاقی نمیفته. اینم یک جا حالا بگیریم که این اسموتی رو هم شما گرفتین و خوردین و 10 کیلو از چربیاتون هم آب شد، بعد اون بالا چی میشه؟ حال خرابتون با خودتون چی میشه؟ هر روز دیدتون نسبت به زندگی چی میشه؟ قربون همتون برم، میبینمتون بعدم. بای بای، love you all، bye.